برنامه 170 خودمون رو در مجموعه گفتارهای عمومی آغاز میکنیم این برنامه در مجموعه متفکران مهم قرن بیستم فرانسه قرار میگیره و پنجمین برنامه از این مجموعه هستش ما در جلسات قبلی درباره امیل دورکیم مارسل موس آندر بروتون و هفته گذشته در مورد فرنان برودل صحبت کردیم بنابراین دو نفر از حوزه علوم اجتماعی یک نفر از ادبیات و یک متفکر از تاریخ رو بررسی کردیم متفکری که امروز به او میپردازیم ولادیمیر ژان کلویچ هست فیلسوف فرانسوی فیلسوف و موسیقی شناس فرانسوی که از سال 1903 تا 190 هشتاد پنج زندگی میکرد ژان کلویچ که درباره او در زبان فارسی مطلب آنچنانی من پیدا نکردم در واقع جز یک تکه کوچکی در مورد موسیقی شناسی که در یکی از کتاب‌های خود من که پاره های هنر هست و کتاب کسران کسرون رو منتشر کرده من چیزی در مورد جان کلویچ پیدا نکردم و ویکیپیدی هم که وجود داره خیلی خیلی کوتاهه که ترجمه شده از زبان های دیگه و بسیار بسیار مطلب کم هست من در زبان فارسی اصلا چیزی در این مورد پیدا نکردم و خب چه بهتر که این یک مقدمه باشه برای اینکه توجه دوستانی که علاقمندند متفکران رو معرفی کنن آشنایی دارن این کار رو انجام بدن چرا به دلیل اینکه اهمیت ژان کلویچ به عنوان یک فیلسوف فرانسوی ابدا کمتر از بسیاری از کسانی که امروز در ایران مطرح هستند نیست و کسانی که از قرن بیستم فرانسه مطرح هستند مثلا در همین حوزه فلسفه فرض بکنید که اگر مقایسه بکنیم چه از لحاظ حجم آثاری که جان کلیویچ داره و چه از لحاظ محتوای آثاری که داره جان کلیویچ رو مقایسه کنیم مثلا با ژان پل سارت از جان پل سارت در حوزه فلسفه که خب بسیار بسیار گسترده در اندیشه جان کلیویچ ولی حتی در مقایسه با کسانی مثل کامو و در حوزه علوم اجتماعی کسانی مثل بوردیو و دیگران و لویناس اینها در همون رده هستش شخصیت جان کلویچ ولی متاسفانه به هیچ عنوان شناخته شده در ایران نیست البته این نکته رو هم نباید از در واقع نظرمون دور کنیم و باید اذعان کنیم که در خود فرانسه و در سطح بینالمللی هم شهرتی رو که یا شناخته بودنی که مثلا شخصیت های مثل کامو مثل سارت مثل بوردیو و دیگران دارن ژان کلویچ نداره البته خب مواردی مثل کامو و سارت رو باید دقت داشت که به دلیل اون بود ادبی که داشته کارشون بسیار بسیار مطرح هستن که خب در ژان کلویچ ما این بود ادبی رو نداریم مثلا در آنر بروتون داشتیم و نکته دیگه هم مسئله دسترسی در مفهوم قابلیت فهم و دسترسی فکری منظور من هست به آثار یک متفکر هست که چقدر ساده است و چقدر مشکل خب جان کلیویچ متفکر نیست که بتونیم بگیم دسترسی اندیشه هاش ساده هستش باز در مقایسه با هم متفکرانی که من مطرح کردم نمیشه گفت که واقعا آثار بسیار زیادی که بیش از 60-70 اثر جان کلیویچ داره اینها آثاری باشه که واقعا دسترسی فکری راحتی بشه به اونا داشت خوندن جانگلویچ کار ساده نیست و این هم خب یکی از دلایلی هستش که هم ترجمه کمتری شده از آثارش و هم کمتر اینها شناخته شده هستن ولی خب مسئله لزوما شناخته بودن نیست مسئله اهمیت آثاری است که داره ژان و به خصوص وقتی که ما ببینیم که کسی از حوزه فلسفه در مورد موسیقی آثار زیادی داره بیش از ده اثر داره در مورد موسیقی دانهای مختلف که حالا اشاره خواهم کرد و یک کسی هم در فلسفه و هم در مسئله موسیقی اینقدر در اوج هست من فهم کنم که اهمیت داره که به کارهای او پرداخته بشه بیشتر دیده بشه تاثیر بیشتری بتونه در این قضیه بگذاره منبعی که من برای گفتار عمومی امروز استفاده کردم مقاله بسیار بسیار مهمی هستش چند مقاله هست البته ولی مهمترینش مقاله هستش که پیر گوتگان گونیفولو که استاد فلسفه هستش در دانشنامه اونیورسالیس که اونهایی که با دانشنامه های فرانسه آشنا باشن میدونن که مهمترین و معتبرترین دانشنامه فرانسه به زبان فرانسه هست درباره ژان کلویچ نوشته و مقالات دیگه که در مورد ژان کلویچ نوشته شده و خود آثارش که به خصوص ما چون در دوره موازی با مباحثی که در اینجا انجام میدیم در مورد مرگ صحبت میکنیم به خصوص من در این نواخر در مورد نگاه جان کلیویچ به مسئله مرگ کار کردم که از اونها استفاده کردم خب پس اولین نکته ای که ما در مورد جان کلیویچ باید روش تاکید بکنیم عدم شناخت یا ناشناخت بودن نسبی این متفکر است چه در فرانسه چه در جهان و چه به ویژه در ایران و اینکه باید به نظر من حتما در این زمینه اقدام کرد خب در سطح علی در سطح فرانسه و غیره این کار داره انجام میشه امروز اگر نگاهی بکنید به منابعی که روی گوگل میتونید پیدا بکنید میبینید که جانگلویچ هرچه بیشتر و بیشتر در حال مطرح شدن هست متا خب سالهای سال طول میکشه گفتم میراسی که جان کلویچ باقی گذاشته در دو حوزه فلسفه و موسیقی شناسی میراس بسیار بزرگیه نزدیک به هفتاد اثر داره به جز حالا گفتگوهایی که داشته و مقالاتی که نوشته و غیره و اینها زمان میبره تا بتونه مطرح بشه و شناخته بشه و روش کار بشه و یک سرچشمه بسیار بسیار پرباری هستش که من فکر میکنم شاید ست سال بشه روش کار کرد ما اگر بخوایم از زندگی جان کلویچ شروع بکنیم که خیلی کوتاه این رو در بخش اول این صحبت هامون بگیم جان کلویچ از پدر و مادری یهودی و روس هست تبارش و اینها مهاجرت میکنن به فرانسه در ابتدای قرن بیستم و به خصوص پدر جان کلیویچ و مادرش هر دو پزشک بودن ولی پدرش علاوه بر اینکه پزشک بود بسیار علاقمند بود به حوزه اندیشه و جزو اولین کسانی است که دست به ترجمه آثار فروید، هگل و, و شیلینگ میزنه به زبان فرانسه از آلمانی و تاثیر زیادی داره روی زندگی جان کلویچ و چه از نقطه نظر اون روی کردش به پزشکی مثلا در مورد کتاب مرگش گفته شده که میراسی هستش که از پدرش براش گذاشته شده و همینطور علاقهش اصولاً به مسائل بیولوژیک و حیات تا حد زیادی تحت تاثیر داشتن یک پدر و مادر پزشک است در این حال رابطه چند فرهنگی که ما بارها در مورد شخصیت ها گفتیم در مورد جان کلیویچ هم وجود داره خب جان کلیویچ از فرهنگ روس میاد از یک طرف هرچند که این تلفظ نامش به صورت جان کلویچ و نه یان کلویچ که روسی این کلمه هستش خواستی بوده که همیشه مطرح کرده و چون خیلی خیلی به فرهنگ فرانسه آراغمند بود و به هر حال این, این کشور هست که کشور اصلی او هست دوست داشت که جان کلیویچ گفته بشه و نه یان کلویچ خب از یک طرف فرهنگ روس از یک طرف فرهنگ یهود که یک فرهنگ بسیار گسترده و مهمی هستش از یک طرف میراث پدر مادری که در علوم دقیقه بودن در پزشکی بودن ولی در این حال علاقه من بودن خصوص پدرش به مسائل فلسفه و اندیشه این جانکریویچ رو در یک بستر کاملا فرهنگی در یک بستر کاملا فرهیخته بزرگ میکنه اه، که اه، همین علاقش به موسیقی ناشی از این هست که در خانواده روس و یهودی هستش که معمولا در اینها سنت شناخت موسیقی بسیار بالا هستش و خب علاقمند میشه به موسیقی و این علاقه رو صرفا در حد اینکه تمرین موسیقی بکنه یا علاقه به شنیدن موسیقی داشته باشه نگه نمیداره و حالا خواهیم گفت که یک رابطه ای بین موسیقی و فلسفه ای که جان کلیویچ مطرح میکنه هم وجود داره که اون به نظر من اصل هست یعنی وقتی میپردازه به بررسی آثار موسیقی اینها رو به عنوان نوعی باستاب یا نوعی تبلور اندیشه فلسفی خودش در نظر میگیره خب وقتی کسی در چنین خانواده فریخته بزرگ میشه و تربیت مناسبی که پیدا کرده او رو میبره به طرف اینکه وارد تحصیل بشه در یکی از معتبرترین معتبرترین نهادهای علمی فرانسه که دانشترهای عالی هست در فرانسه اکول نورمال سوپریور که بزرگان زیادی از اون بیرون آمدن و یکی از در واقع نهادهای بسیار نخبه پرور هستش در تاریخ فرانسه و تاثیراتش رو در اونجا انجام میده در این حال که در همون حال که داره این تحصیلات رو انجام میده به عنوان معلم میره به به اصطلاح انسیتوی فرانسه پراگ و هم با یک فرهنگ نزدیک به فرهنگ روس در اون فرهنگ قرار میگیره هم در یک موقعیتی که موقعیت بسیار فریخته ای هستش در چکسلواکی و چک در اون موقع پراک و هم این تجربه معلمی رو داره و هم در اونجا دو تز دکترهای خودش رو آماده سازی میکنه که اونها رو بعدا در فرانسه ازشون دفاع میکنه و کار خودش رو از نیمه قرن بیستم به عنوان استاد فلسفه آغاز میکنه